خب با یاد و نام خدای بزرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند خودم، دوستداران معنوی و جویندگان لقمه های معرفت مسندی. من خدا رو 100 هزار بار شکر میکنم که در کنار دوستان خوب و عزیزی مثل شما هستم و این توفیق رو دارم که در خدمت شما با همدیگه مثنوی را بخوانیم و از سفره معنویت آن بهره‌مند بشویم. من با اجازتون بدون مقدمه طولانی شروع میکنم به اسکرین شیر و میریم سر صحبت هایی که از هفته پیش داشتیم. اگر خاطر شریفتون باشه، جلسه گذشته یک داستان خیلی خیلی جالبی بود راجع به اون به اصطلاح چیز هندو، اون هندو بچه ای که عاشق در حال دختر ارباب خودش شده بود و دیدیم که به اصطلاح چه اتفاقاتی افتاد. واسه دختر وقتی که به سن بلوغ رسید خواستگار اومد، بعد به اصطلاح خواستگارهای مختلف بودن. بابای دختر گفتش که من نه خواستگار خوشگل و خوشتیپ میخوام، نه خواستگار ثروتمند میخوام، نه خواستگار امیرزاده و نه شاهزاده و این حرفا میخوام، نه به هر حال خواستگار حتی مثلا عالم میخوام، هیچ کدوم از اینا نمیخوام. من یک انسان متقی میخواهم که این به اصطلاح تقوا ایمان چیزی نیست که به هر حال از بین بره و دائمی خواهد. بالاخره میاد و بعد قرار میشه که دختر رو به اون فرد به اصطلاح عروسی بدن یا عروسی بکنه با دختر. اون به اصطلاح غلام هندو شروع میکنه به مریض شدن و ضعیف شدن، لاغر شدن. غلام هندو هم یه جوونه خیلی نوجوان، همونطور که دختره نوجوانه 14-15 ساله است، این هم یه نوجوان 14-15 ساله، چون اینو از بچگی اینو آورده بودن که مثلا پادو بود و همبازی اون دختر بچه که تنها نمیشه. و وقتی که پیگیر میشن، مادر خونه با بچه با اون غلام هندو صحبت میکنه، متوجه میشه که این غلام هندو عاشق دخترش شده، خیلی عصبانی میشه، به بابای دختر میگه. بابای دختر میگه شما برای که این بچه مریض شده و حالش بده، یعنی غلام هندو مریض شده بود و لاغر و برای قصه، میگه تو بهش وعده بده که ما اینو به عروسی تو در میاریم، بعد من بلدم چجوری به قول معروف اینو باز بدارم، از این محبت از دلش بیرون بکنم، که این کارم میکنه. ولی با ضد این آدم که خیلی هم اخلاقی بود و خیلی هم دنبال تقوا میگشت که یه داماد متقی میخواست داشته باشه، با غیر اخلاقی ترین شکل ممکن بلایی به سر این غلام بچه هندو میاره که بله ظاهرا صحنه عروسی هم درست میکنن. این غلام بچه فکر میکنه که واقعا عروسی اتفاق افتاده، شب زفاف مثلا چراغا رو زود خاموش میکنن، ولی در دختر از اون در خارج میکنن، یک امرد به قول مولانا که هم جنس باز هستش میارن و اون امرد به این بچه تجاوز میکنه، به این نوجوان تجاوز میکنه و این نوجوان اینقدر چشم و گوش بسته است که اساسا نمیدونه که نقش زن این نیست، یه نقش دیگه ایه، ساختمان فیزیکی زن یه چیز دیگه ایه. و این اتفاقی که براش میفته فکر میکرد که این طبیعیه و این جیغ و داد و فریاد میکرد بیچاره از شدت درد و از این حرفا. ولی دیگه صبح که میشه اون امرد بیرون میره، میان این آقا میبرن حموم رو برش میگردن، دو مرتبه اون دختر رو میارن پرمیش و این بر میگرده به اون دختر میگه که بهش به قول معروف ده ده میده، میگه که ببین تو روزت خیلی زیبا و دلنشین هستی ولی شبات خیلی وحشتناک و غیر قابل تحمل، برای من تو رو دیگه نمیخوام، بهش ده ده میده، از من دور شو، من دیگه تو رو دوست ندارم. مولانا میگه همچنین جمله نعیم این جهان، اینجا رو دارم بخونم، همچنین جمله نعیم این جهان بس خوش است از دور پیش از امتحان، می نماید
در نظر از دور آب، چون روی نزدیک آن باشد چی سراب. بعد گند پیر از او و از بس چابلوس، خویش را جبده در چون نو عروس. میگه این دنیا همینطوریه، خودش مثل نو عروس زیبا جلوه میده، و اون وقتی که میخوای بری پلوش و عاشقش میشی و دنبالش میری، اون وقت هستش که اون ضربه خودش رو به شما میزنه و پشیمانتون میکنه. بعد میگه که میگه تا نیفتی چون حرج، این اسم پسر فرج بود، تا نیفتی چون فرج اندر حرج، صبر کن که صبر مفتاح الفرج. بعد میگه آشکارا دانه، این مهمه، دقت کنید، آشکارا دانه پنهان دام او، خوش نماید زولت انعام او. انعام یعنی چی؟ یعنی اون لطف دیگه، لطف، انعام، لطف، جایزه. میگه که دانش آشکاره اما دامش پنهانه. خیلی ها در دام دنیا گرفتار میشن ها، حواستون هست، خیلی ها در دام دنیا گرفتار میشن و به هلاکت میفتن. خب نام میری و وزیری و شهی نیست الا درد و مرگ و جان. خب این اولین داستان، که بعد راجع به این که اساسا کانتکست داستان چرا اینجوریه گفتم. مولانا میگه من میدونم شما از شنیدن این داستان ناراحت میشید، اما من خواستم یه درس دیگرم در ورای داستان به شما بگم، و این که یادتون باشه من از اول گفته بودم ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. میگه من به شما با دستم یه نقطه ای رو اشاره میکنم، میگم این حقیقت رو نگاه کنید، شما به جایی که به سمت دست من نگاه کنید که من کجا رو دارم بهتون نشون میدم، به انگشت من دارید نگاه میکنید. میگه چرا ناخنش بلنده، چرا مثلا موری انگشتش است، چرا انگشتش کلفته، چرا نازکه. من به این دقت نکنید آقا، به این ظرف دقت نکنید، به هدف نگاه کنید. اینو میگه یاداوری میکنه در این داستان. خب بعد داستان بعدی رو میگه، آتش زدن در شب و کشتن دوز آن را به غفلت آمد. که ایاتون باشه قصه از این قرار بود که دوز دیپا میشه میره خونه یه بنده خدایی که خواب بوده، یا رو طرف تا از صدایی میشته و خواب بلند میشه، میاد فیتیله رو روشن کنه، دوزه تو شب و تاریک بود، چشش خوب میده، این تازه خواب بیدار شد، هیچ جار نمی نشسته بود پلوش، تا این میخواست جرقه بزنه انگوش میذاش روی جرقه و جرقه خاموش میشه، این نمیتونست چراغ رو روشن کنه. بعد مولانا میگه این چنین آتش کشی اندر دلش، دیده کافر نبیند از عمش. چون نمیداند دل داننده ای، هست با گردنده گرداننده ای. اشاره میکنه میگه که یک آتشکشی هم در دل آدمای کافر، اونهایی که ایمان ندارن، ایمانشون ضعیفه و خواهان پوشاندن حقیقت هستن، یه آتشکشی، یه شیطونی، یه هوای نفسی کنارشون نشسته، هر اتفاقی که میفته که میخواد قلب اینا رو روشن کنه، او فورا انگشت میذاره، نمیذاره روشن میشه. وگرنه اگر این روشنایی در قلب طرف وجود بیاد، میگه که چون نمیداند دل داننده ای، که هست با گردنده گرداننده ای. و مسئله از این بعد دیگه که اینجا باز دو مرتبه اشاره به این میکنه، میگه این جهان دام است و دانش آرزو، در گریز از دام ها رویار زو. دقت کنید در قصه قبلی هم همین اشاره کرد که گفت دام دنیا و به اصطلاح مثل پیرزنی است که شما رو به خودش آرایش میکنه، مثل نوعروس خودش شما رو به خودش جلب میکنه، ولی وقتی که وارد میشی بهش میبینی آوشه مثلا چهره وحشتناکی داره، مثل بلایی که به سر فرج اومد. بعد میگه باز دو مرتبه تکرار میکنه، ببین این دنیا دامه ها، این جهان دامه ها. خداوند در قرآن گفته، اینو همش تفسیر قرآن، خداوند در قرآن میفهمه ان الحیات دنیا لهو و لعب، میگه تمام زندگی دنیا لهو و لعب، بازی است و سرگرمی است. حواستون جمع باشه تو این بازی و سرگرمی گول نخورید، اگه گول بخورید شب میشه، نمیفهمی که دنیا تو چجوری گذرونده، نمیفهمی که روز تو چجوری گذرونده، و بعد دست خالی برمیگردی خونه ها.
حوصله است. تو تو این دنیا، تو این روز دنیا باید تلاش کنی ذخیره داشته باشی بر خودت. وقتی شب میری خونه دست خالی نری خونه ها، حواست باشه. ولی ان الحیات دنیا لهو و لعب، بازی و سرگرمی، حواست جمع بشه. اینو میگه. اون وقت وارد داستان بعدی میشه، داستان امیران و حسد بردن امیران با عیز. تفاوت بین انسانی که مسائل رو جزئی میبیند و انسانهایی که هولستیک اپروچ دارند نسبت به قضایی. یعنی چه هولستیک اپروچ؟ یعنی چند جانبه نگری. توجه کردید؟ درست مثل این مونه که دولت میاد، دولت آمریکا یا دولت ایران، هر کسی میاد به من میگه آقا یه چای چی؟ بله. شما متخصص کشاورزی هستید؟ بله. خب سررشته تو این رشته داری؟ خوب بلدی؟ مثلا سابقه کار چقدر؟ بله من 40 سال 45 سال بنده تو این رشته کار کردم، تحقیق کردم. خب خیلی خوب، خیلی خوب. ما اومدیم میخوایم که مثلا 100 میلیون دلار به شما بودجه تصویب کرده دولت در ایران، حالا فرض کنید دولت ایران 100 میلیون دلار ما یا 100 میلیون حالا تومان هر چی اومدیم بودجه تصویب کردیم، میخوایم که یک کشت صنعت را بندازیم. شما میتونید طراحی کنید؟ بعد خب کجا ما دنبال این هستیم که حالا آقای چایچه اگه میخواد این رو طراحی کنه چیکار میکنه؟ میگه که من یه جایی این 100 میلیون تومن پول رو سرمایه گذاری میکنم که بازده این سرمایه گذاری حد اکثر باشد. اینه دیگه، حکم عقل اینه. خب کجا؟ بنده به عنوان کارشناس کشاورزی میگم که دشت گرگان بهتر اینجاست برای همچین سرمایه گذاری. هم آب خوب داره، هم خاک خوب داره، هم هوای مناسب خوب داره، سرمایه شدید نداره، گرمای شدید نداره. مثلا بسیاری از گیاهان زراعی که مثلا استراتژیک محسوب میشن برای مملکت، هم باقی میوه میشه اونجا زد، هم گیاهان یک سالی میشه کاش، هم گیاهان چند سالی میشه کاش، هم دامپروری میشه انجام داد، هم مرغداری میشه انجام داد، هم به اصطلاح باغداری میشه انجام، هم زنبورداری میشه انجام داد. همه اصلا امکانات فوق العاده است. آقا 100 میلیون دلار یا 100 میلیون تومان رو بعد در اونجا یه طرح آمده میکنن، اونجا سرمایه گذاری کنید. این میشه نگاه تخصصی اختصاصی اقتصادی سرمایه گذاری در امر کشاورزی. اما دولت دیگه نه آقای چایی چی، ما نمیخوایم اونجا باشه. خب آقا کجا باشه؟ ببر توی سیستان بلوچستان برای ما این کشت و صنعت رو درست. خب آقا ما توی سیستان بلوچستان هزار تا مشکل داریم. اونجا نه آب کافی وجود داره، خاکش خیلی حاصلخیز نیست، بادهای سرمزه اونجا میاد، فلان میشه، بیسار میشه، مثلا بسیار از محصولات کشاورزی اونجا عمل نمیاد، شدت تابش آفتاب فوق العاده بالاست و و و و صد تا بنده میتونم دلیل بیارم که اونجا این بازده اقتصادی این 100 میلیون مثلا اون مقداری که در سیستان در دشت گرگان هست اونجا نخواهد. اما دولت چی میگه؟ میگه که بله ما اینو خودمون میدونیم، اما ما در اونجا بحث این داریم که سر مرزه. یه عده‌ای اونجا شیعیان هستن، فرض کن در منطقه مثلا سیستان، اونجا یه مرز ما داریم. خب پاکستانی ها مثلا سنی هستن، بخشی از مثلا چه میدونم چیزایی از بود مثلا سیاست به قول معروف مذهبی، اون افغانستانی های دی سنی هستن. ما داشتن یه جامعه شیعه که اونجا حفظ بشن و اونجا باقی بمونن برای ما از نظر سیاسی خیلی اهمیت داره. خب یک دوم این که اغلب اینا خب کار و شغل ندارن. وقتی کار و شغل ندارن، درآمد ندارن، پا میشن میرن چیکار میکنن؟ کار قاچاق. حالا
اگه خیلی آدم های خوبی باشن میرن مثلا چه میدونم سی دی و این جنگولک بازی ها رو مثلا میرن از پاکستان و از افغانستان به هم دارن میارن، از این برن مثلا بنزین و بنزین ما رو به هم دارن میبرن اون طرف، ولی اگه خودم بد جنس باشن تو کار قاچاق و هروئین و بند و بساط میاد. ما وقتی که میشینیم محاسبات کلی انجام میدیم میبینیم که خسارتی که ما از نداشتن مثلا یک کشت صنعت در اون منطقه میخوریم خیلی بیشتر از درآمدی است که مثلا داشتن کشت صنعت در گرگان برای ما ایجاد میکنه. نداری که از اون وقتی که سود و هزینه رو میکنیم. بنابراین در بسیاری از موارد وقتی که سیاست گذاری میشه و نگاه میشه، نگاه کلی صورت میگیره تا نگاه جزئی. اون رو مد نظر قرار میدن اونایی که به اصطلاح سیاست گذاران هستن و بعد میگن فلان کار رو مثلا انجام بدیم بهتر از این که فلان کار انجام ندیم. چرا این حرف رو زدم؟ که اینو مولانا در داستان امیران و بایزید اشاره میکنه. حالا من یه مداری بستش دادم که مسئله باز بشه. مولانا اشاره میکنه و عبور میکنه، میگه که اون امیران به بایزید حسادت میکردن، به پادشاه میگفتن تو چرا محبت 30 تا امیر رو نسبت به بایزید، میگم بایزید عوض میخوام عیاز خیلی عوض میخوام، تو چرا محبت 30 تا امیر رو نسبت به عیاز داری؟ خب چرا آخه؟ بگه خیلی خب بیاییم بریم بریم دلیلش رو بهتون بگم. برشون میداره در یه مثلا حالا نه همون لحظه یه زمان دیگه پامشن میرن یه مسافرتی شکار. وقتی میرن شکار از اون دور میبینه یه خاک بلند شده، برمیگرده به یکی از اینا میگه که برو ببین اینا کی هستن، این چیه، این خاک مالی چیه فرد. میره میاد میگه آقا یه کاروان. بعد یکی دیگه میگه که خب میگه خب مثلا رئیس کاروان کی بود، نمیدونه. اون یکی رو میگه دیگه گفتم قصه شو دیگه. اون یکی میره میاد میگه رئیسش رو فرد. میگه بارش چی. اون یکی میره میگه بارش این. اون یکی میره میاد میگه از کجا اومدن، یکی میگه کجا میخوان برن. وقتی 30 تاشون این کارو میکنن میگه که ببین دلیل این که من ایاز رو بر 30 تا مثل شماها ترجیح میدم اینه که یه بارم با ایاز اومده بودیم، من یه خاکی دیدم از دور خاک بلند شد. به ایاز ایاز این چیه؟ رفت اومد گفتش که اینا کی هستن، چند تا هستن، چند تا شطور دارن، چند تا اسب دارن، چند تاشون مردن، چند تاشون زنن، از کجا اومدن، بارشون چیه، به کجا میرن، کی انتظار کی اومدن، چه تاریخی حرکت کردن، چه تاریخی انتظار دارن که برسن اونجا، چند قیمت رو چند خریدن، چند میخوان بفروشن، چه باری از اونجا میخوان بزنن، بعد سر راهشون به یه شهر دیگه برن از اونجا هم بفروشن، بعد یه جنس دیگه اونجا بگیرن برگردن برن به فلان جا، فلان تاریخ هم انتظار دارن که برگردن به خونه زندگیشون تو شهر مبدأشون. میگه ببین نگاه عیاض با نگاه شما خیلی فرق میکنه، اون چند جانبه نگره. اینو داشته باشید. ببین همه این مقدمات که داره میخواد داره میگه به یه جایی میخواد برسی که حالا توی داستانهای بعدی بهش میرسیم، ما حواستون جمع باشه، خیلی این میخواد جالبه. بعد اونا میندازن داستانو به صلاح میگن که نه این به خاطر چند جانبه نگری اون نیستش، بلکه خداوند این خاصیت رو به عیاض داده، این لطف خداست. میگه بله لطف خدا سر جاشه، اما عمل کرد و تلاش انسان هم مهمه. بنابراین سعی نکنید خودتون رو جبری نشون بدید، بگید خدا اینجوری خواست کجا، نه خیر، خدا خیلی چیزا مقدرات الهی هست، اما خود ما هم دست بالمون بسته نیست. اگر دست بالمون بسته بود مأمور چیز نبودیم، پاسخگو نبودیم، ولی ما به صلاح پاسخگو هستیم. عمل کرده ما تبعاتی دارد که اون تبعات رو باید بپذیریم. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزای عدل حق کن آشتی، رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. توجه کردی؟ میگه تو هر کاری که میکنی تبعاتش رو هم میبینی. اینجا هم میگه، میگه که این کنم یا آن کنم کی گویدو، که دو دست و پاش بسته است ای عمو. توجیگری اینا رو همه بحث میکنه. حالا از این لحظه به بعد داستان های امشب ما تازه
شروع میشه. دو تا داستان اشاره میکنم با اون بکگراندی که از دو سه تا داستان قبلی الان خلاصه براتون گفتم، بعد تازه وارد یک قصه اصلی و بزرگ میشیم. همه این مقدمات برای ورود به اون قصه اصلی است. حواستون جمع باشه، نکات رو بگیرید که به قول معروف اون واسه قصه اصلی آماده بشه. دیگه حکایت آن شخص که دزدان قوچ او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکردند، به حیله جامه هاش هم را دزدیدند. خب دقت کنید، آن یکی قوچ داشت از پس میکشید، دزد قوچ را برد و حبل او برید. چون که آگه شد دوان شد چپ و راست، تا بیابد کان قوچ برده کجاست. خیلی ساده است، یه آقایی یه قوچ داره، قوچ به صلاح گوسفند نر میگن قوچ، خب به گوسفند ماده میگن میش. خب یه قوچ بزرگ باحالی داره، قوچ هم دنبال صاحبش راه میره دیگه، یه بندی هم بگردنش. یه آدم رندی، این بنده خدا هم تو حواسش پرت بود و داشت میرفت از تو بازار و از تو شهر عبور میکرد، با قیچی مثلا یا با هر چیزی اون بند رو برید، سر آزاد بند رو گرفت. اون آقا هم که داشت میرفت حالیش نبود که قوش همراهش نیست، براش قوش رو دوزید و بود. وقتی طرف به خودش اومد نگاه کرد، ای قوچه نیست، حالا دوید دنبالش که قوش رو پیدا کنه. خب بر سر راهی بدیدان دوز را، در فغان و گریه و والیتا. گفت نالان از چه ای اوستاد؟ گفت حامیان زرم در جهبه. دقت کن، این آقای صاحب قوچ یا صاحب قوچ نمیدونه که اون دوزده ها، نمیدونه اون دوزده قوچشه، همون دوزده بود. حالا قوچ و عرشو بود یه جایی قایم کرده بود، صحنه بعدی رو داشت اجرا میکرد. نشست رو سر به صلاح چاه و گریه زاری میکرد. این بر میگم میگه شما چرا داری گریه میکنی؟ تو والا بدبخ شدم بیچاره شد، من یه کیسه پر از طلا 500 تا سکه کرد یا درهم، حالا درهم اگه قیمت داره، داشتم افتاده تو این چاهه و نمیتونم برم بیارمش. گر توانی در روی بیرون کشی، خمس بدهم هم مر تو را بدل کشی. هست در همیان من 500 درم، گر کنی با من چنین لطف و کرم، 100 درم بدهم تو را. حالی به دست گفت با خود، این بهای 10 قوچ است. توجه کردی؟ چاه قنات دیگه، مثلا چاه قنات مگه چقدر عمقشه؟ 10 متره ماکسیموم، به خصوص که توی نزدیکای شهرم که باشه خیلی عمق نداره چاه قنات، مثلا 10 متره. برگشته اونجا نشسته داره گریه زاری میکنه، میگه آقا مشکل چیه؟ میگه که آره این افتاده، کیسه زرم افتاده این تو، 500 درم توشه، اگر تو بری واسم درش بری 1/5 شدی، خمس میشه 1/5 که میشه 10 درهم بهت میدم. خب 100 درهم به ازمان 100 درهم، معلوم به سر قوچی هم 10 درهم بیشتر نمیارزه. پس بنابراین این خوشحال میشه، دقت کنید، این خوشحال میشه. چرا خوشحال میشه؟ چون طمع میکنه. این آفر too good to be true هستش برای وارد شدن به یه چای کفش 10 متر بیشتر عمق نداره. تو قیمت یه شتر رو پرداخت میکنی، یه شتر الان چقدر قیمتش؟ 1,000,000 قیمتش الان، شاید تازه بیشتر، من نمیدونم، شاید هم بیشتر. توجه کردی؟ شما قیمت یه شتر رو میخوای پرداخت کنی، یه نفر بره توی مثلا چاه یه دن مثلا کیسه درهم ده. خب این too good to be true دیگه. بعد دیگه آقای خوشدل میگه که گردری در بسته شد 10 در گشاد، گر قوچی شد حق عوض اشتر بداد. جامه ها برکند و اندر چاه رفت، جامه ها را هم ببرد آن دزد تفت. بی زحمت این آقا خیلی چیز شد، به اصطلاح طمع گرفتش، لباسش در بود گذاشت اونجا و رفت داخل چاه که اون همیان درده. رفت اولا تا چا که هیچی نبود، اومد بالا دید اه بی زحمت قوچ که رفته، هیچی لباسش هم دزدن بود. حالا میگه حازمی باید که ره تا ده برد،
هضم نه و طمع طاعون آورد. دقت کنید، طمع یعنی طمع، طاعون آورد. آن یکی دزدیست فتنه سیرتی، چون خیال او را به هر دم صورتی. کس نداند مکرو الا خدا، در خدا بگریز و واره زین دقا. دقا یعنی درویی، حقبازی، کلک. خب پس میگه که حازم، حازم یعنی کسی که احتیاط داره، حزم داره، تفکر داره، احتیاط میکنه در امور، فکر میکنه. آخه آقا واسه یه دونه همیان در آوردن از توی چه میدونم یه چای دمیسی که 1 میلیون به آدم پول نمیدن که، معلومه تو گو تو بی تو دیگه. شما این تبلیغات که توی یوتیوب یه وقتا من نگاه میکنم، آی من الان آقا یه بیزنس جدیدن اومده، اصلا شما بگی بخواب هفته ای مثلا 2000 دلار درآمد داری، شما بخواب فلان کارو بکن هفته 200 دلار درآمد داری، اصلا نمیخواد سرمایه گذاری کنی، هفته اینقدر دلار بهت میدن. ای خب این به عقل جور در میاد؟ واقعا آدم بدیم در راجع به این مسئله فکر کن دیگه. ولی آدم های تمکار هستن، خدا شاید این کار میکنن. شما نمیدونم اون داستان چیزای هرمی بود، سرمایه گذاری های هرمی، نمیدونم اگه شنیده باشید. این داستان من تو استرالیا بودن، اونجا مطرح میکردن. همون موقع ما خیلی هم جوون که خیلی نبودیم، ولی میان سال بودیم. من این رو میدیدم میفهمیدم خب این دروغه، میفهمیدم این با عقل جور در نمیاد. خب مگه میشه همچین چیزی؟ ولی خب یه عده رفتن تو ایران هم بعد هم متاسفانه اومد، بسیار بسیار انسان ها سرمایه هاشون از دست دادن. برای چی؟ برای که فکر میکردن که آره تو اینجا سرمایه گذاری که بعد تو اگه 2 نفر زیر چتر خودت باشه، اون 2 نفر هم 2 نفر دیگر بیاره، اون 2 نفر هم 2 نفر دیگر بیاره، تو دیگه از قبل این افرادی که زیر چتر تو اصلا میخوری و اینجور. ولی در عمل دیدیم که همه بازنده بودند، همه بازنده بودند. فقط اون کسانی که در رأس اون هرم بودن و غالبا هم در خارج از کشور بودند، اونا بودند که پولا رو بردند. و شما دیدید چه مسائلی تو ایران پیش اومد اون همین 10-15 سال پیش. خب اینا پس میگه حازمی باید که ره تا ده برد، حزم نبود تم تا اون آورد. همه انسان انسان رو دوچار تا اون میکنه. خب حالا داستان بعدی رو دقت کنید، اینم داستان کوچولو ولی خیلی زیباست. میگه پاسبانی بود در یک کاروان، حارس مال و قماش آن مهان. پاسبان شب خفت و دوز اسباب برد، رخ ها را زیر هر خاکی فشرد. به این نکته توجه کنید، شب خفت. من مخصوصا هایلایت کردم که شما توجه به این داشته باشید. آقا استخدام شده به عنوان پاسبان در یک کاروان، وقتی کاروان خوابیده این آقا تا صبح چیه بعد بیدار باشه، نگهبانی بده. به اصطلاح یه چوبک میزدن، یعنی یه تابلوی کوچولویی بود و مثل این به قول معروف مثل جاز دیدی دوتا چوب داره روی این درم درم اینجوری میزدن دوره بر منطقه میچرخید، که یعنی دوزا بدونه که آقا اینجا نگهبان است. اگر هم مثلا یه مثلا خطری احساس میکردن محکم میزدن روی این تبله که آی ملت بیدار بشید. آقا گرفته چی؟ شب خوابیده آقای پاسبان. روز شد بیدار گشت اون کاروان، رفته دیدن رخت و سیم و اشتبان. پاسبان در هیهی و چوبک زدن، گرم گشته خود همو بود راه زن. پس به دو گفتن کیخ حارس بگو که چه شد این رخت و این اسباب کو. کاروانی ها بیدارشن میرن ای بابا شطراشون رو بردن، اسباشون رو بردن، الاغاشون رو بردن، قاطراشون رو بردن، علاوه برا همه اموالشون هم بردن. آقای حارس، آقای پاسبان داره حالا چوبک میزن و هایهو میکنه. گفت دزدان آمدن اندر نقاب، رخت ها بردن از پیشم شتاب. قوم گفتندش که ای چون تل ریگ. قوم گفتندش که ای چون تل ریگ، پس چه می کردی؟ چه ای تو مرد ریگ؟ میدونی
برمیگردن بهش میگن آقا این اموال ما کو، میگه چی شب این دزدان، حالا برای که آتو هم دست صاحبان مثلا چیز نده، صاحبان مال نده، میگه اینا اومدن با نقاب هم اومدن و روها پوشیده بود و فلان و بیسار اومدن و منو مثلا دستگیر کردن و اینا رو براشتن بردن و به صلاح بهش کنه خب تو اگر که نمیتونستی به قول معروف کاری انجام بدی، بعد بر چیه چجور پاسبانی هستی؟ خب گفت من یک کس بودم، ایشون گروه با سلاح و با شجاعت با شکوه. میگه من یه نفر بودم، اونا مثلا 10 20 نفر بودن، خب من یه نفری حریف اون 10 20 تا که نمیشم. گفت اگر در جنگ کم بوده دومید نره بایستی زدن که برجهید. حالا اگه بله خیلی خب، حالا یه نفری حریف 30 تا نبودی، خب میتونی داد که بزنی که اقلا آقا ملت آی بیا فلان میسا. گفت آندم کارد بنمودند و تیغ که خموش ورنه کشیمت بیدریق. آن زمان از ترس من بستم دهان، این زمان فریاد و هیها و فغان. آن زمان بس این دمم که دم زنم، این زمان چندان که خواهی هی کنم. میدونی میگه اون موقع به من چاقو نشون دادن، گفت آقا حرف بزنی گلوتو بریدی و میکشیمه. میگه من اون موقع از ترسم سلام در نیمد و حالا که دیگه رفتن خیلی خوب، حالا هر چقدر دلتون میخواد براتون داد بیداد. خب مولانا این قصه رو میگه به نظر کمدی میاد اصلا، و معلومه که پاسبان در عمل کرده خودش چیکار کرده؟ کوتاهی کرده، خوابیده. قصه اصلا این نیست، خوابش برده، وظیفهش رو انجام نداده، وگرنه اصلا دزد نمیومده. توجه کردی؟ بعد مولانا میگه پیش از آن که شکست گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. چون که عمرت برد دیو فازهه یعنی زشتکار، بی نمک باشد عوض و فاتحه. گرچه باشد بی نمک اکنون هنین، گرچه باشد بی نمک اکنون هنین، هست قفلت بی نمکتر زان یقین. همچنین هم بی نمک می نال نیست که ذلیلان را نظر کن ای عزیز. دقت کن حالا این قصه صادر مولانا گفته، ببینید چه نکات زیبایی رو از تو این قصه داره بر ما اشاره میکنه، تلویحا که شما تصریحا به قول معروف درک کنید که چکا باید انجام. تلویحا یعنی چی؟ یعنی به طور غیر مستقیم به در میگم که دیوار متوجه بشه، میگن تلویحا. تصریحا یعنی به صراحت به وضوح گفتن. دقت کنید، میگه پیش از آن کشکسته گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. به ماست، خطاب به ماست، ما همون پاسبان هستیم. توجه کردی؟ کاروان ما چیه؟ کاروان ما کاروان عمر ماست که روز و شب به صورت یک قطار پشت سر هم داره چیکار میکنه؟ عبور میکنه. میگه که قبل از این که این کاروان شکسته بشه، این کاروان غارت بشه، این کاروان همه اشتران خودش این روزها و سالهای زندگی ماهای زندگی رو از دست بده، باید حواست جمع باشه، چوبک بزنی، هوش و حواست به راه باشه که چیکار داری میکنی، وقت چجوری داره تلف میشه. چون که عمرت برد دیو فازهه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. وقتی که دیو فضاحتکار زشتکار عمر تو رو برد، دزدید عمر تو به لهو و لعب، به بازی گوشی، یه دوره جوانی به این بازی و اون بازی و دیگه حالا من اسم نمیبرم و و و و یهو به خودت اومدی اه 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 60 سالم شده ها، 70 سالم شده ها، چی توی چی ذخیره دارم، چه دستاوردی برای خودم تو این دنیا به وجود آوردم. قول مولانا یه چیز دیگه میگه، میگه که ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. گر نموشی دوز در انبان ماست، حاصل عمر 40 ساله کجاست؟ 40 سال گندم جمع کردیم توی
انبار خودمون. 40 سال یعنی از زمانی که به خودمون اومدیم و خودمون رو شناختیم و حالا خوب و بد و درست و غلط رو فهمیدیم و این حالا اگر خیرات مبرات علم دانش هر چی که هست توی انبار عمرمون جمع کردی، یهو نگاه کنیم هیچی نیست، یه موش دزدی وجود داره، داره این انبار ما رو از این بر ما میریزیم، از اون برمون داره میخوره و از بینش میبره. دیگه یه موش دزدی در انبار ما. دیگه اولی جان فکر دفع موش کن، وانگهان در جمع انبان جوش کن، یا وانگهان در جمع گندو جوش کن. دیگه اول به فکر اون موشه باش، اون موش کیه؟ گناهانی است که ما انجام میگه. اول حواس جمع باشه که اون موشه رو از بین ببر، بعد حالا برو گندم جمع کن، که بعد از 40 سال وقتی به عقبت نگاه میکنی به انبار نگاه میکنی یا نگه ای وای انبار ما بچه رو خالیه. خب اول ای جان دفع به اصطلاح اون موش رو بکن، بعد در جمع کردن گندم تلاش شده انجام. بعد میگه گرچه باشد، حالا گرچه باشد بینمک اکنون هنین، هست قفلت بینمک ترزان یقین. میگه الان که کاروان عمرت شکسته شد، کاروان عمرت غارت کردن بردن، اگرچه بینمکه دیگه، گریه زاری کردن فایده ای نداره، اما از اون بدتر اینه که غفلت. یعنی چی؟ یعنی بگی خب دیگه ولش کن دیگه، همه چیز که از بین رفت، ما دیگه دستمون خالیه دیگه، هیچ امیدی دیگه نداره دیگه. اتفاقا اگر به این مقطع برسی گناه 200 چند، همچنین هم بی نمک می نال نیست، که زل ایران را نظر کن ای عزیز. دیگه حالا که این اتفاق افتاد قفلت نکن، همین حالا هم که حاصل عمرت از دست دادی ولی نامید نشد، باز هم دعا کن، بگو خدایا به این زلیلان که منم یکیش جزو اون زلیلان هستم یه نظر لطفی بکن، ما رو ببخش، توبه کن از کارهای بدی که انجام، تا بلکه نظر لطفی از سوی خداوند به تو بشه. حالا اون دوتا داستانی که گفتم و شما شنیدید، نکات کلیدش هم براتون گفتم، که حالا تازه این داستان اصلیه رو براتون بگم. این داستان اصلیه رو اگر احساس کنم یه جایش میتونم قطع کنم قطع میکنم، اگر نتونستم تا آخرش میریم. بعد دقت کن، حکایت آن صیاد که خود را در گیاه پیچیده بود و دسته گل و لاله کلاله را دسته لاله کلاله بار بر سر نهاده تا مرغان گیاه پندارند و دانستن آن مرغ زیرک آن را. دقت کن، قبل از اینکه این داستان وارد بشم یه یادآوری میخوام براتون بکنم از داستان 2-3 هفته پیش. داستان چی بود؟ اون خره با اون شیره و اون روباهه، یادتون میاد که روباه از طرف شیر مأموریت پیدا میکنه که بره یه گاوی یا یه خری رو گول بزنه، برش داره بیارتش که شیری که زخمی شده بود اون رو به صلاح بخوره یا شکار کنه بکشه، و بعد مثلا هم شیره یه چیزی بخوره و هم این به صلاح یارقالای شیر که حالا گرگ و روباه و کی و کی و کی و کی بودن اونجا مثلا استفاده ای دادن. وقتی که روباه اومد و با اون خر روبرو شد، یه دیالوگ سنگینی بین خر و روباه ایاز باشه تبادل شد و و خره خیلی به اصطلاح فیلسوفانه صحبت میکرد، راجع به مقدرات الهی صحبت میکرد، راجع به رضا و امر رضای خدا صحبت میکرد و میگفتش که آنچه که خداوند برای ما مقدر کرده است ما باید به اون قانع باشیم، چنین باشیم، درست مثل یک عارف، مثل یک زاهد، مثل یک انسان وارسته حرف میزد. درست برعکسش هم اون آقای روباه راجع به تلاش و کوشش و چین و چنان و
اینکه نه ما نباید جبری باشیم و ما باید تلاش بکنیم، از این صحبت بحث های خیلی مفصلی بینشون صورت، اون رو یادتون بیاد. حالا وارد این دسته میشه. خب، رفت مرغی در میان مرغزار، بود آنجا دام از بهر شکار. دانه چندی نهاده بر زمین، وان صیاد آنجا نشسته در کمین. خیش را پیچیده در برگ و گیاه، و از گر و لاله ورا بر سر کلاه. در کمین بنشسته و کرده نگاه، تا در افتد صید بیچاره ز راه. میبینید خیلی ساده است، یه پرنده ای رفته توی مرغزار دنبال دونه میگرده مثل همه پرنده ها، ولی خب خیلی هم زرنگه، خیلی باهوشه این پرنده، و میره میبینه که بله یه آقایی که خودشو استتار کامل کرده، گل و گیاه و چه میدونم این حرفا دوربر خودش بسته و رفته اونجا یه جا نشسته، یه دامی هم اونجا گذاشته، منتظره که یه کسی رو به دام بندازه. خب کاملا هم خودش رو استتار کرده که دیده نشه. ولی حالا ببین چه اتفاق، مرغ که آمد سوی او از ناشناخت، پس توافی کرد و سوی مرد تا گفت او را کیستی ای سبز پوش، در بیابان در میان این وحوش. گفت مردی زاهدم من منقطع، با گیاه و برگ اینجا مقتنع. زهد و تقوا را گزیدم دین و کیش، زان که میبینم اجل را پیش خیش. خیلی ساده است، مرغ خیلی زرنگه، یعنی بلا اومده یه چرخ اونجا زد، فهمی که بابا این گلوگیا نیست، یه آقاییه یه آدمه، خودش رو به استتار کرد و از این حرفا. خیلی قشنگ برگشته بهش میگه ببخشید آقا شما کی هستید اینجا؟ اینا میبینه که دست شروع دیگه، بعد میگه که والا بنده انسان زاهدی هستم که از مردم بریدم و خودم رو با گل و گیاه قانع کردم، یعنی مثلا خوراکم همین گیاهان صحرایی و بند و بساط، اومدم اینجا دارم زندگی میکنم، زهد و تقوا رو دین و کیش خودم قرار دادم و و مرگ خودم رو دارم میبینم، بنابراین وابستگی به این دنیا ندارم و دنبال وسالا این هستم که به زودی بالاخره ما میمیریم و این دنیا ارزشی نداره و این مردمانی هستن که انسان رو از راه راست مثلا چه میدونم باز میدارن و از این صحبت اینا رو داره میگه. کودکان هرچند در بازی خوشند. خب دقت، مولانا این رو پاگرد قصه داره به سر رو شروع کرد، مقدمه رو گفت، ما رو در جریان قصه قرار داد، حالا یه هینتی به ما داره میده، یه نکته بر ما میگه که بعد برگرده دو ادامه قصه. میگه کودکان هرچند در بازی خوشند، شب کشانشان سوی خانه میکشند. شد به رهنه وقت بازی طفل خود، دوز ناگاهش قبا و کفش بود. آنچنان گرم او به بازی در فتاد، کم کلاه و پیرهن رفتش ده یاد. شب شد شب و بازی او شد بیمدد، رو ندارد که سوی خانه رود. نیشنیدی انما الدنیا لعب، باد دادی رخت و گشتی مرتعب. پیش از آن که شب شود جامه بجو، روز را ضایع مکن در گفتگو. دقت کردی؟ میگه ببین ما آدم ها، بسیار از ما آدم ها، نمیخوام بگم همه، ما آدم ها غالبمون مثل بچه ها میمونیم. بچه ها دیدی از صبح از بعد از ظهر میرن تو کوچه بازی، اینقدر سرشون گرم بازی میشه، به خصوص اگر مثلا هوای خودم مثلا خنک بشه مثل الان که پاییز، کتی چیزی تنشونه کتشو در میاره، بازی که میکنی گرمشون میشه بچه ها من. کتش در میاره میریزه اون گوشه، بعد شروع میکنه فوتبال بازی کردن، نمیدونم توپ بازی کردن، الک دولک بازی کردن، از این صحبت ها، میدونن گرگن به هوا، از این حرف ها، همین تا غروب بازی میکنن بازی میکنن بازی میکنن، یهو میبینه که شب میشه، بعد اینقدر سرگرم بازی هستن، اگر یه دوزی چیزی اونجا باشه به راحتی لباسشون کفششون چه میدونم هر چیزی که تو دست بالشون بوده، کتاب از مدرسه اومده کیفشو مثلا گذاشته اونجا، کیفشو بند و بساتشو و هر میداره و میره. این بچه کی حالش میشه که دستش خالیه وقتی که دیگه شب شده
و میخواد برگرده خونه، تاریک شده میخواد برگرده خونه، یهو میاد میبینه اه کفشش نیست، اه کیفش نیست، اه کتش نیست، دزدی شده. پس مربانی میگه که دنیا لهو و لعبه، ما هم یه جوری بچه های بزرگ سال هستیم. حالا بچه ها با بازی گلدن به هوا سرشون گرم میشه، ما با یه بازی های دیگه سر گرم میشه. شب کیه؟ وقتی که عمرمون به پایان برسه. اون موقع هستش که یهو به خودمون میاد 60 سال از عمر ما گذشت و 70 سال از عمر ما گذشت و حسابات ما چی بوده تو این دنیا؟ خب پیش از آن که شب شود جامه بجود، روز را ضایع مکن در گفتگو. یه قبل از اینکه شب بشه برو جامت رو جمع کن، خب عمرتو در گفتگو. این گفتگو یعنی با سرگرمی دیگه. خب اینو میگه، برمیگره به داستان، حواستون رو جمع میکنه، بعد برمیگه میگه از قول آقای صیاد، میگه من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامه دیدم. دقت کنید، برگشته به داستان قبل. من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامه دیدم، نیم عمر از آرزوی دلستان، نیم عمر از غصه های دشمنان. جبه را بردان کله را این بود، غرق بازی گشته ما چون طفل خود. ببین ما دنیامون نصفش اینه که به قول معروف در از آرزوی دلستان هستیم، یعنی در آرزوی به اصطلاح آرزوهامون هستیم، به اصطلاح دنبال آرزوهای دلمون هست. آه میخوایم مهندس بشیم، دکتر بشیم، نم چی بشیم، زن بگیریم، بچه دار بشیم، دنبال این آرزو، ثروتمند بشیم، پولدار بشیم، مشهور بشیم، مقام به دست بیاریم. از این حرفا نمی عمرمون قصه دشمنان رو میخوریم که این بلا رو به سرمون رو برد، اون کلک رو بهمون زد، اینجوری با لباسمون رو اینی برد، فلان معامله اونجوری دزدی شد، قرارداد رو بدجوری نوشتن، ما ضرر کردیم، اینجوری شد، اونجوری شد، پولمون رو خوردن، چک بیمحل کشیدن. بعد ما بربرین مثل بچه های خورد غرق بازی بودیم، آخر شب شده، حالا ببینیم که هیچی تو دست بالا نیست. حالا هین سوار توبه شو در دزد رست. دقت کنید، هین سوار توبه شو در دزد رست، جامه ها از دزد بستان باز پس. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه ز پس. لیک مرکب را نگه میدار از آن، کو بدزدید آن قباید ناگهان. تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاس دار این مرکبت را دم به دم. دقت کردی؟ یادتون میاد تو داستان قبلی گفت این بینمک وقتی که کاروان اشکسته شد حالا ناله و زاری میکنی، اما حواست جمع باشه که دچار غفلت نشی، یا همینقدر که دچار غفلت نشی و بگی که ای خداوند بزرگ ما ذلیلیم، به ما رحم کن. این خودش جاست جای امیدواریه. اینجا مولانا میگه اون چیه؟ اون ابزار چیه؟ میگه اون ابزار، ابزار توبه است. اگر دیدی اموالتو بردن فلان دزدا، اموالتو بردن و رفت، اون دزدا کیا بود؟ همون موشه‌ای بود که گندم رو می‌دزدید و می‌برد دیگه. میگه برای که بهش برسی سوار توبه بشو، سوار اسب توبه بشو، دنبالشون برو، این خیلی اسب تندروئه، بهشون میرسی و میتوانی اموالتو پس بگیری، یعنی جای امید برای تو همیشه باقیه. اما مواظب باشی وقت دزده همین مرکبت هم ندزده ها، دوچار طمعت نکنه که بگی آه بابا خداوند تو به پذیره، پس ما هر گناهی بکنیم، هر کاری بکنیم، هر غلطی بکنیم، یه کلمه میگیم خدا یا غلط کردیم توبه کردیم، خدا هم میبخشه بودون، خیلی خوب دیگه تموم شد، رفتیم به کارش. نه، این کار اگر اینجوری بخوای با قضیه برخورد بکنی، در واقع شیطون که اون دزد اصلی است، اسب تم ازت چی کرده؟ دزدیده. اون وقت هستش که دیگه دچار هلاکت کامل هستی. پس برای حواستون جمع کنید. یکی میگفتش که توبه خیلی اژدهای قدرتمندیه، با یه دهن میزنه تمام گناهان تو رو در جا میخوره،
اما باید حواس جمع باشه، شیطون با اجدهای توبه گولت نزد که دلخوش به این بشی، بعد بگی پس من هر کاری که دلم میخواد میکنم، آخرش هم میگم خدایا غلط کردم. یه وقتی یهو گیر میفتی که حتی فرصت توبه کردن هم برات باقی نمیمونه. مولانا داره درسای قرآنی بهتون میده، ولی ببین چقدر زیبا در قالب داستانهای زیبا اینا رو داره میگه، که حتی یه بچه کوچولو هم، حالا شما که بزرگوارید، یه بچه کوچولو هم لذت میبره از شنیدن این داستان. خب حالا دقت، قصه تموم نشده ها. مرغ گفتش مرغ به این آقایی که اومده در میگه من زاهد شدم و از مردم خودم رو جدا کردم و اومدم اینجا زهد و تقوا پیشه کردم و فقط به گیاه خودم رو قانع کردم و مردم بدن، مردم آدم رو مثلا راهزنی میکنن، اینجوری میکنن. میگه مرغ، حالا مرغ ملاست، مرغ گفتش خواجه در خلوت نیست، دین احمد را ترحب نیک نیست. ترحب یعنی رهبانیت، رهبانیت یادتون باشه، ترحب یعنی رهبانیت. یعنی چی؟ یعنی گوشه نشینی، رفتن و از جامعه جدا کردن خود را و در غار نشستن، در کوهستان نشستن، در بیابان سکنا کردن، از خلق بریدن، به عبادت برخواستن. یادتون باشه این اساسا در اسلام قدقن است. خانم آقایان حواستون جمع باشه، ما رهبانیت در اسلام نه داریم. من مثالش براتونم گفتم، حالا زمان حضرت علی علیه السلام گفتن فلانی آقا رفته زن بچه رو ول کرده، رفته یه جایی نشسته همش داره نماز میکنه فلان میکنه، حضرت علی را بالا سرش کن بعد سه پاشو برو پیک کارت، چی گفته بشین اینجا هی نماز بخونی، پاشو برو دنبال خرج و خوراک زن بچه. اون از جهاد چیزش بالاتره، ثوابش بالاتره، نشسته اینجا نماز میکنی واسه من، پاشو میدیم طرف ردش کرد رفت. دقت میکنی؟ مرغ گفتش خواجه در خلوت نیست، دین احمد را ترحب نیک نیست. از ترحب نه فرمودان رسول، بدعتی چون برگرفتی ای فضول. جمعه شرط است و جماعت در نماز، امر معروف و ز منکر احتراز. رنج بد خویان کشیدن زیر صبر، منفعت دادن به خلقان همچو ابر. در میان امت مرحوم باش، در میان امت مرحوم باش، سنت احمد مهل محکوم باش. چون جماعت رحمت آمد ای پسر، جه کن که از رحمت آری تاج سر. میگه دین ما، دین محمدی، دین از اسلام، دین نمیدونم رفتن و یه جایی نشستن و نماز خوندن و از جامعه دور شدن نیست، اتفاقا گفته برید تو جماعت ثواب نماز خوندن تو مسجده، برید به جماعت نماز بخونید، در جامعه باشید، با جامعه رفت آمد کنید، امر معروف و نهی از منکر بکنید، چنین و چنان و فلان بکنید. میگه این سنت اسلام اینه و شما هم خیلی کار بدی کردی، بی زحمت بلند شدی اومدی از جامعه خودتو بریدی، اومدی وسط بیابون نشستی از این حرفا. خب میگه که انسان ها در جامعه هستند که خدمت می کنند و وقتی خدمت می کنند تاج بر سر خود می گذارند، یعنی زمینه روش و تعالی برای خود وجود می آورند وقتی در جامعه فعالیت. در جوابش گفت صیاد عیار نیست مطلق، این که گفتی هوش دار. ببین حالا دو مرتبه این آقای صیاد جواب این مرغ میده، میگه ببین بله البته فرمایش شما کاملا درسته، من هم اینو میدونم، اسلام دین جماعت است، اما این حکم کلی نیست، جا داره چی؟ این هست تنهایی به از یاران بد، نیک چون با بد نشیند بد شود. زان که عقل هر که را نبود رسوخ، پیش عاقل همچو سنگ است و کلوخ. چون حمار از آن که نانش منیت است، صحبت او عین رهبانیت است. هوش او سوی علف باشد چو خر، بگذر از وی تا نمانی بی هنر.
خود کلوخ و سنگ کس را ره زند، زین کلوخان 100 هزار آفت رسد. دقت کردی؟ میگه که بله ما باید با جامعه باشیم، اما کدوم جامعه؟ گاهی اوقات اگه آدم از جامعه دور باشه بهتر از اینه که با یه جامعه بد رفت آمد داشته باشه. اگر شما با یک جامعه بد رفت آمد داشته باشی، هزار تا آفت به وجودت میخوره، تو هم بد میشی مثل اینا. یه عده عقلشون به صلاح مادیه و مثل سنگه، تو که یه آدم عاقل هستی میخوای اونا رو نرم بکنی نمیتونی و ممکن خود تحت تاثیر اونها قرار بگیری. اونا ببخشید مثل حمار میمونن، مثل درازگو شدن و دچار منیت هستن، و اگر تو با اونا نشست و برخاست کنی اینه این هست که دچار رهبانیت شدی، یعنی از به صلاح گوشگیری از به صلاح ارزش ها کردی. با آدم های نوجود میشینی، با آدم مثلا میشی مادی، تو هم مثل اونا میشی از ارزش ها دور میشی. بعد هوش او سودی فقط سوی علف و یعنی مادی هن، دنیایی هن دیگه، منظورش این اونا مادی و دنیایی هن. و تو باید از اونها عبور کنی تا بی هنر نباشی و بتوانی خودت تعالی بده. و کلوخ اونا مثل کلوخ و سنگ میبونه و کلوخ و سنگ تازه از اونا بهتره، چون که کلوخ و سنگ با آدم ضرر نمیزنه، اما اون انسان هایی که قلبشون کلوخیه و ذهنشون کلوخیه و فلان هستن هزار تا آفت به تو میزن. بس بنابراین یه جاهایی بله شما باید از جامعه خود دور کنید. میبینید چه قشنگ جواب میده. باز مرغ جواب میده، مرغ گفتش پس جهاد آنگه بود کین چنین ره زن میان ره بود. مرغ گفتش پس جهاد آنگه بود کین چنین ره زن میان ره بود. از برای حفظ یاری و نبرد بر ره ناایمن آید شیر مرد. عرق مردی آنگهی پیدا شود که مسافر همراه اعدا شود. چون نبی و سیف بود از آن رسول امت او سفترانند و فهور. سفتران یعنی صف شکنان، فهور هم یعنی قالب. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی قار و کوه. مصلحت داده از هر یک را جدا، مصلحت جو گر توی مرد خدا. میبینی باز اون مرقه که کم نمیره، مرقه مولاست. درست مثل این مولانا خودش با خودش داره بحث میکنه دیگه، توجه کردید؟ خیلی دیالوگ زیباست. مرغ برمیگرده میگه بله بله یه دی هستن آدم های ناجورن، نباید باشون نشسته برخورد که. اما جهاد زمانی معنا پیدا میکند که راهزن در راه باشد و از برای حفظ یاری و نبرد بر ره ناایمن آید شیرمرد. میگه بله شیرمردان وقتی خودشون رو نشون میدن که در یک راه ناایمن وارد میشن، که دزد وجود داره، فلان وجود داره، اونجا هستش که میتوانند یاری کنند، با دزدان بجنگن، با آدم های ناجور مبارزه کنن و مسیر رو هموار کنن برای دیگران. عرق مردی آنگهی پیدا شود که مسافر همراه اعدا شود. میگه عرق مردی وقتی پیدا میشه که اعدا یعنی دشمنان در مسیر پیدا میشن، اون موقع هستش معلوم میشه کی مرده، کی ترسوه، کی محافظه کار، کی شجاعه. اینجاست. بعدم توضیح دیگه میگه پیامبر ما پیامبر شمشیره، چون نبی و سیف بود از آن رسول. میگه رسول ما دین جنگ، خیلی بسارت هم در قرآن میگه، میگه که و قاتل و ائمه الکفر. اون اگر شما اگر کفار خواستن دین شما رو تحت شعاع قرار بدن، خواستن به شما حمله کنن، خواستن ارزش های شما رو از بین ببرن، باید باهاشون بجنگید، شمشیر بکشید و بجنگید. کما اینکه توی جنگ بعد یه گروه مثلا 200 نفره با یه گروه 2000 نفره وارد جنگ شدن، توجه کردید؟ و یا مسائلی از این دست. میگه پس بنابراین باید که ما دین ما مبتنی بر جنگ و مبارزه و جهاد، بنابراین امتش صفشکنان هستن، غالبان هستن. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، و مصلحت ما در دین ما مبارزه است. مصلحت در دین عیسی قار و کوه. مصلحت در دین عیسی قار و کوهه. خب برید تو گابر فرد، اتفاقا همین اتفاق هم افتاده دیگه، یادتون باشه.
در زمانی که حضرت عیسی مبعوث شد و دین مسیحیت رو آورد، تا 300 سال پس از حضرت مسیح، یادتون باشه مسیحی ها تو غار بودن، اصلا بهشون گفتن رواقیون از ترس یهودی ها که میزدنشون، از ترس رومی ها، از ترس یونانی ها، اول یهودی ها، بعد یونانی ها، بعد رومی ها. اون آقای کنستانتین بعد از 300 سال که اون مسیحی شد، مسیحی ها آمدن رو. ولی در مورد اسلام چی؟ اسلام وقتی که پیامبر اسلام رو آورد، طی 10 سال کل جزیره العرب شدن مسلمون، طی 50 سال تمام سرزمین های متمدن در جهان اومد زیر حکومت اسلامی. درست کردیم. پس مرورین این میگه، بعد میگه مصلحت داده است از یک را جدا، مصلحت جو گر تو این مرد. میگه این مصلحت ها رو خداوند برای ادیان مختلف جداگانه داده. مسیحی ها یه مسیری دارن، مسلمان یه مسیر دیگه دارن، و تو اگر مرد خدا هستی بر اساس مصلحت دین خودت عمل کن. یعنی باز میگه تو باید بری برگردی و در جامعه باشی. بعد دو مرتبه این آقای به قول معروف صیاد جواب گفت، آری گر بود یاری و زور، تا به قوت برزند بر شر و شور. قوتی باید در این ره مردوار، یار می باید در اینجا فردوار. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار از لایتا آسان بجه. دیگه بله این حرفم درسته، اما باید که عده و عده لازم رو داشته باشی وقتی که میخوای وارد جنگ بشی و مبارزه کنی. همینطوری که آدم نمیره وارد جنگ بشه، عده عده میخواد. میگه باید قوت رو داشته باشی و یارانی هم داشته باشی که بتوانی در این مسیر به صلاح شور حرکت کنی. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فراز از لایتاق آسان بجه. میگه اگر به صلاح نیروی کافی رو نداری، امکانات لازم رو نداری، بهتر که پرهیز کنی و از انجام کارهای غیر ممکن خود را چی؟ برحذر بدار. خب من همینجا فعلا متوقف میکنم قضیه رو. یه لحظه عذر میخوام. بله خب گفتش که پس دیدیم که اون محاوره بین این جناب پرنده و جناب صیاد به اونجا رسید که بالاخره صیاد گفتش که بله باید رفت، حرف شما رو قبول دارم، باید رفت واسه مبارزه، اما وقتی باید بری برای مبارزه که عده و عده لازم رو داشته باشی و به اصطلاح نباید که به کارهای غیر ممکن خود را درگیر کنی. اینو گفت. حالا باز جناب پرنده جواب گفت صدق دل به باید کارنا، و نه یاران کم نیاید یارنا. یار شد تا یار بینی بی عدد، زان که بی یاران بمانی بی عدد. دیو گرگ است و تو همچون یوسفی، دامن یعقوب مگذار ای صفی. صفی یعنی یار گزیده. گرگ اقل آن زمان گیرا بود که کزرمه شیشک به خود تنها رو. شیشک به گوسفند یک ساله، یک سال و نیمه میگن شیشک، خب که گوشتش هم میگن خیلی عالی. خب آن که سنت با جماعت ترک کرد، در چنین مسبع ز خون خیش خر. هست سنت ره، جماعت چون رفیق، بی ره و بی یار افتی در مزیق. راه سنت با جماعت به بود، اسب با اسبان یقین خوشتر. دو مرتبه این جناب پرنده بر اون دیدگاه های خودش چیکار میکنه؟ پافشاری میکنه که بله نه بله باید در مسیر حرکت کنی، باید که اولا صدق داشته باشی، یعنی با ایمان باشی، و بعدم دنبال یاران همدل و موافق باشی. وقتی با اونها باشی قدرت شما 200 چندان میشه. و
در ضمن یادت باشه که دشمنان وقتی به شما حمله میکنن و شما رو نابود میکنن که در میان شما تفرقه افتاده باشه. وقتی که گوسفند از گله جدا میشه گرگ بهش حمله میکنه. و بنابراین رفتن تنهایی به جنگ با دشمنان طبیعتا به سر خون خود هدر دادن است. وقتی که ولی یه عده مؤمن و معتقد با هم میشن مطمئنا در این مساف پیروز خواهد شد. پس بنابراین سنت ما، مسیر ما این هستش که همراه با جماعت باشید و با به صلاح جماعت طبیعتا مانند اسبی که در گروهی از اسبان قرار میگیره از همه اسبا بهتر با هم میتونن بدوند تا اینکه تنها بکنند. این نکته هستش که به صلاح تأکید میکنه جناب پرنده بر بودن با جماعت و به صلاح حمله به دشمن. بعد دو مرتبه این آقای سیار جواب میده، میگه لیک هر گمراه را همراه مدان، غافلان و خفته را آگه مدان، همرهی را جو کزو یابی مدد، همدل و همدرد جویان احد، همرهی نیکو بود خصم خرد، فرصتی جوید که جامعه تو برد، می رود با تو که یابد عقبه‌ای، عقبه گردنی که توانه کردت اونجا نهبه‌ای، نهبه هم یعنی قارت کرد، می رود با تو برای سود خیش، هین منوش از نوش او کان هست نیش، یا بود اشتردری چون دید ترس، گویدت بهر رجوع از راه درس، یا را ترسان کند زشتردلی، این چنین همره عدو دان نه ولی. میبینید ادامه بحث میکنه، میگه بله باید رفت به صلاح با افرادی که همراه هستن، اما باید مواظب بود که با کی داری همراهی میکنی. اون کسانی که به صلاح همراهان نیمه راه هستن یا ترسو هستن یا خودشون هم خائن هستن، چون اگه با اونا همراه بشی خب اونا در یک فرصت مناسب از پشت به حمله میکنن، ظاهرا نشون میدن که دوستت هستن ولی به حمله میکنن و سر یه گردنه لختت میکنن یا توی جنگ و جدال جا خالی میکنن، فرار میکنن، تو مثلا میمونی تنها در مقابل دشمنات، یا اینکه ترسو هستن، به معنی که با دشمن روبرو میشن اون ترس خودشون به تو هم القا میکنن که آقا نمیارزه، نمیارزه، همه اون کشته میشیم، بی فرار کنیم، فلان کنیم، و به صلاح باعث میشن که تو هم که پای کار هستی تو هم به صلاح چجوری بگم منصرف بشی و فرار کن. بعد میگه یار بد مار است، هین بگریز از او، تا نریزد بر تو زهر آن زشت بود، راه دین زان رو پر از شور و شر است، که نه راه هر مخنث گوهر است. مخنث یعنی مردی که تمایلات زنانه دارد، حالا دیگه معنیشو خودتون ببینید. میگه راه دین زان رو پر از شور و شر است، که نه راه هر مخنث گوهر است، در ره این ترس امتحانهای نفوس، همچو پرویزن به تبییز سبوس، در ره این ترس امتحانهای نفوس، همچو پرویزن به تمییز سبوس، راه چه بود پر نشان پای ها، یا چه بود نردبان راه ها. میبینید دیگه بله یار بد از مار بد خطر میکنه، زیرا که یار بد کسی هستش که مار رو آدم وقتی که میدونه مار ازش پرهیز میکنه، اما یار رو فکر میکنه دوست دیگه، بهش نزدیک میشی و چون بهش نزدیک میشی و بهش اعتماد میکنی اون وقت هستش که زهر خودش رو خیلی شدیدتر بر تو میریزه. پس بنابراین راه دین وقتی به سلامت عبور میشه از راه دین و به نتیجه میرسی که به اصطلاح مخنث ها باید همراه نباشن، مخنث ترسوه دیگه، مخنث ویژگی جنگاوری و دلاوری رو نداره، تا یه پخی میشه و تا یه به اصطلاح هیبتی از دشمن ببینه فوری راه رو کج میکنه و پشت تو خالی میکنه و شما رو به شکست میده. بنابراین یه همچین به اصطلاح زمینه هایی
در راه که آدم این تجربیات رو میکنه، در واقع اینا مثل مثلا غرباری هستن که انسانهای پاک از انسانهای ناپاک یا انسانهای شجاع و انسانهای غیر شجاع اینجوری هستن غربال میشه، این مشکلات که در راه دین به وجود میاد. یعنی همچنان داره میگه که تو باید به مثلا راه دین بری و مواجه بشی با مشکلات تا اینکه مثلا انسانهای صالح از غیر صالح چی بشن، جدا بشن. بعد میگه در میان مرغ و صیاد عجب، بس شکال افتاد و شد نزدیک شد. این به گفته آن به گفت از اهتزاز، بحثشان شد اندر این معنی دراز. مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. مولانا میگه بله این بحث بین این آقای صیاد و اون جناب آقای پرنده همچنان ادامه بده که تا شب شد دیگه، دم غروب شد. بعد خود مولانا به خودش نهیب میزه، میگه آقا قصه رو کوتاه کن ببینیم به کجا میرسه. بعد میگه در میان مرغ و صیاد عجب، بعد شکال افتاد و شد نزدیک شب. این بگفت آن بگفت از اهتزاز، بحثشان شد اندر این معنی دراز. مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و موجز هم یعنی خلاصه. مرغ را چون دیده بر گندم فتاد، نفس او بی طاقت آمد در گشاد. بعد از آن گفتش که بعد از آن گفتش که گندم زان کیست؟ گفت امانت از یتیم بی‌نصیبست. مال ایتام است امانت پیش من، زان که پندارن ما را معتمد. حالا تو این حیث و بیس هایی که اینا دارن با هم بحث میکنن، جناب مرغ چشمش افتاد به این دونه های خیلی شیک و ترتمیز و به سر دلبر. این که دید دست پاشو چگاه کرد؟ گم کرد. برگشت گفت که ببخش این گندوم ها ولی کیه؟ این آقای به اصلا صیاد هم گفت بله اینا مالی یه مش بچه یتیمه که سرپرست ندارن، این رو سپردن دست بنده برای که منو معتمد خودشون میدانن. خب اینو گفت، گفت من مسترم و مجروح ها، هست مردار این زمان بر من، هست دستوری که از این گندم خورم، ای امین و پارسا و محترم. این آقای به اصطلاح سیال اونچنان خودش رو زاهد و عابد جا زده تو این مذاکرات قبلی که این بنده خدا پرنده باور شده که این واقعا آدم زاهدیه با این حرفایی که داریم میزنه دیگه. بعد میگه که ببین من مسترم، مستر یعنی استرار. شما میدونید در قرآن کریم هم این آمده که مثلا گوشت خوک حرام است فلان، اگر مثلا حیوانی کشته شده باشد با شاخ یک حیوان دیگری قبل از اینکه سرش رو مثلا ببرید مرده باشد، گوشتش حرام است. این از این حرفا اومده که چه چیزای حرام. اما باز اشاره کرده که اگر شما مضطر بودی، یعنی واقعا داشتی گرسنگی میمردی و زنده بودنت منوط بر این بود که از این گوشت بخوری، حالا حتی اگر گوشت خوک مثلا بوده باشه بخوری تا زنده بمونی اشکال نداره، اسراف نکنید ولی اونقدر بخورید که زنده بمونید که بتونید خودتون رو نجات بدید. این قانون در اسلام وجود، در قرآن کریم هم اومده. این آقا میگه که جناب پرنده میگه که والا من مسترم، خیلی گرسنه هستم و حالم بده، اجازه هستش که به اصطلاح من از این بخورم، از این گندما بخورم. گفت مفتی ضرورت هم توی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی، ور ضرورت هست هم پرهیز به، ورخوری باری زمان آن بده. این آقای سیان هم بر بگردید که والا شما که خودت ماشاءالله مولایی و به سبب فقه از منم بهتر بلدی، شما خودت میتونی فتوا صادر کنی، اگر واقعا ضرورت داره که از این گندم بخوری اشکال نداره بخور، و اگر ضرورت نداشته باشه که ولی بخوری میدونی که مجرم. اگر حتی ضرورتم داره من توصیه میکنم که شما پرهیز بکنی، ولی اگرم باز واقعا میخوای بخوری بهتره که ضمانت بدی، یعنی قول بدی که مثلا
به همون تعداد دونه گندم که میخوری مثلا برگردونی، این بالاخره امانت. خب اینجوری بود. ببین چقدر این آقای صیاد مزبرانه داره با این پرنده بنده خدا برخورد میکنه. صیاد از خدا میخواد که این بیاد گندم بخوره، ولی اینجور نشون میده که همچین اشتیاقی هم نداره که تو بیای اینو بخوری. میگه بهتره که نخوری، اما اگر میخوای بخوری باید ضمانت بدی، بالاخره این مال بچه یتیم. مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان، توسنش سر بستد از جذب انان. پس بخورد ان گندم و در فخ بمان، چند او یاسین و الانعام خواند. این آقای مرغ یه مدتی به فکر فرو رفت، اما توسن طمعش برای خوردن بر عقلش چی شد؟ حاکم شد. برای رفت و گندم و خورد، به محضی هم که خورد در دام. حالا شروع کرده یاسین و الانعام خوندن، قرآن میخونه برای نجات. بعد درماندن چه افسوس و چه آه، پیش از آن بایست این دود سیاه. آن زمان که حرص جنبید و هوس، دم به دم میگو که ای فریاد رس. پیش از آن کین دانه بر تو یخ شود، گرمی حرص تو همچون یخ شود. آه و دود و نال آن دم کار بند، حرص را آواره کن ای هوش بند. آن زمان که دیو میشد راه زن، آن زمان بایست یاسین خواندن. ببینی مولانا حالا داره ظاهرا به مرغ این حرفا رو میزنه، ولی در واقع به کی داره حرف میزنه؟ به ما داره حرف میزنه. دیگه ببین حالا که دیگه افتادی تو دام، چه فایده که هی یاسین و الانعام میخوندی و دست به دامن خدا میشی؟ قبل از این که وارد این معرکه بشی باید از خدا طلب کمک میکردی که خدایا منو از حرص، از هوای نفس برحذر دار. خدایا ما به تو امیدوار هستیم، ما رو یک لحظه به خودمون وامگذار، همه جا پشت پناه ما باش. توجه کردی؟ ما رو دچار هوای نفس خودمون نکن. میگه اون موقع بعد این کارا رو میکردی، این حرفا رو میزدی. حالا که رفتی و گیر افتادی یاسین رو این خوندن چه فایده ده؟ گفت آن مرغ این سزای آن بود که فسون زاهدان را بشنود. وقتی که افتاده اون وسط میگه که این سزای کسی است که به حرف زاهدان گوش میکند. یعنی تو زاهدی دیگه. ببین گوش کردن به حرف زاهدان کار بدی نیست، اما زاهدانی که خود را زاهد نما کرده اند، انسان را در دام میاندازند. توجه کنید به نکته. گفت زاهد نی، سزای آن نشاف، که خورد مال یتیمان از گزاف. نه، این مخاطر اون نیست، این مخاطر اون جنونی است که تو از روی هوا و هوس مال یتیما رو اومدی خورد، حالا گیر افتاد. من که به تو گفتم این مال یتیماست، رفتی خوردی. بعد از آن نوحه‌گری آغاز کرد، که فخ و صیاد لرزان شد زده، که از تناقض‌های دل پشتم شکست. بر سرم جانا بیا میمال دست، زیر دست تو سرم را راحتی است. دست تو در شکر بخشی آیتی است. سایه خیش از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. خوابها بیزار شد از چشم من، در غمت ای رشک سر و یاس من. ببینید حالا اینجا ظاهرا این مرغی که داره نوهگری میکنه، ولی مر نیست، در واقع کیه؟ خود مولانا است. یعنی مولانا هم ذات پنداری میکنه با اون مرغه، میگه من مولانا، توی انسان، توی شنونده، هم هیچ بعید نیست که در این دامه بیافتی، هیچ بعید نیست. فکر نکن که ما به اصطلاح تافته جدا بافته است. بعد از آن نوحه‌گری آغازه کی؟ خود مولانا، که فخ و صیاد لرزان شد زدن، که از تناقض‌های دل پشتم شکست. خدایا من دچار این تناقض‌های دلم هستم. یه وقت میگه برو، یه وقت میگه نرو، میخواد یه چیزی رو، کمر من شکونده،
بر سرم جانا بیا میمال دست، خدایا دست رحمتت روی سر ما بکش، زیر دست تو سرم را راحتی است، دست تو در شکر بخشی آیتی است. وقتی دست تو روی سر ماست ما احساس آرامش میکنیم، وقتی نیست آرامشی ما نداریم. سایه خیش از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. این دیگه شوره، این مولانا به شور اومده این حرفا رو داره میزنه. یه سایه از سر من برنداری یا من بیقرارم، خوابها بیزار شد از چشم من، در غمت ای رشک سر و یاس من، من در غم تو خواب دیگه به چشمم نیست. تویی که رشک سر و یاسمنی، یعنی سر و یاسمن که هر دو از مظاهر زیبایی هستن، به تو حسادت میبرم. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از مرد. ببین من عاشقم بر فن دیوانگی، یعنی میخواد بگه که من دیگه دیوانه شدم. عقل من هزاریم که قوی هست، باز هم دچار فریب میشه. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از فرزانگی. چون به درت شرم گویم راست باش، چند از این صبر زهیر و ارتعاش. در حیا پنهان شدم همچون سجاف، ناگهان بشم ز زیر این لحاف. این داستان لحاف کجا بود؟ یادتون میاد اونجایی بود که اون پادشاه داشت با اون دلغک با هم دیگه بازی میکردن و دلغک توی شطرنج برنده شد، گفت شه 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 شه. بعد پادشاه این مهره های شطرنج رو میکوبید تو سرش، میگفت از من برنده میشی شه شه میکنی، بیا دستی که بازی کن. یه دستی که بازی کردن، بعد این از ترسش بازم برنده شد، این از ترسش این دفعه رفت زیر لحاف. از زیر لحاف این چیز بهش گفتش که مردش رو رفتی زیر لحاف، چرا؟ گو برای که اونجا میخوام بگم شه 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 شه، اگر از با یه آدمی مثل تو من از زیرش لحاف من باید حرف بزنم و اینا نمیتونم حرف حق رو بگم. میگه حالا من میخوام از زیر این لحاف بیام بیرون و در از مثلا از سجاف بیام. سجاف میدونه که این خانوما لباس میدوزن سجاف میکنن دیگه، میدوزن. میگه این سجاف میخوام پاره کنم، از زیر لحاف بیام بیرون. ای رفیقان چی میخوام بگم؟ اینا رو میخوام بگم. ای رفیقان راه ها را بس یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. حواستون جمع باشه، خداوند راه ها را بسته، ما آهوی لنگیم او شیر شکاره. نه تنها آهوییم او شیره، بلکه ما تازه لنگم هستیم، اون که دیگه شکارچی هم هست. جز که تسلیم و رضا کوچاره ای، در کف شیر نر خونخواره ای. ما در ید قدرت خداوند اسیریم، او نداره خواب و خورد چون آفتاب، روح‌ها را میکند بی خورد خواب. اون مثل آفتاب هیچ خواب نداره که، و روح‌های ما هم بی خورد خواب کرده. که بیا من باش یا هم خوی من، تا ببینی در تجلی روی من. اگر میخوای منو ببینی، حقیقت منو درک کنی، باید بیای مثل من بشی و تو سیر و سلوک حرکت کنی، خدایی بشی، خداگونه بشی. و ندیدی چون چنین شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. اگر تو جلوه های منو ندیدی، چطور ممکنه که اینجوری شیدا شده باشی؟ این حرفا رو مولانا به خودش هم داره میزنه، میگه من شیدا شدم، اگر من مظهری از مظاهر الهی ندیده بودم که شیدا نمیشم، نمیشدم. من خاکم، ما جسم خاکی هستیم، اما طالب احیا هستیم، طالب زندگی هستیم، طالب نور هستیم، طالب حقیقت هستیم. گر زبی سویت ندادست او علف، چشم جانت چه بماندست چون بماندست آن طرف. یه بار دیگه، گرز بی سویت ندادست او علف، چشم جانت چون بماندست این طرف. میگه او یعنی خداوند از یه جایی به تو علف داده، تو مثل اون قوچه هستی که دنبال اون مرده داشت میرفت، تو جلد اون مرده است، اون مرده که اون خداونده، دقت کن، نه اون مردی که از گول خورده. کلیاتو داره میگه، میگه تو از یه جایی از دست خداوند یه علفی خوردی، اگر نخورده بودی چشم جانت به اون سو نگاه نمی کرد. پس مربری در اون سو حرکت میکنی. دیگران
دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب در خاک بازی. اونایی که اهلش نیستن تو این چند روزه دنیا تا به شب تو این خاکا بازی میکنن. خاکناکی کو ز یقظه میجهد، دایه وسواس اشوش میکرد. دقت کنید، اون کسی که خوابناکه یه دفعه از خواب بیدار میشه، دیدی بعضیا مثلا خوابن، طرف خوابی رو بیدار میشه، یکی برش نشسته میگه عزیزم هیچی نیست، میگه بخواب، راحت باش، نگران نباش، دو مرتبه به خواب میبرده. میگه این دایه وسواسه، این همون دزده است که کنارت نشسته یه جرقه میزنه، تا جرقه میزنی انگشتشو میذاره جرقه رو خاموش میکنه. خوابناکی کوز یقظه میجهد، دایه وسواس اشوش میدهد. رو بخسب ای جان که نگذاریم ما که کسی از خواب بجهاند تو را. هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، همچه تشنه که شنود او بانگ آب. اما اگر تو آگاه باشی، علی‌رغمی که اون دیو وسواس میخواد تو رو اشوه بده و بگه عزیزم بگی بخواب، تو خودت از خواب بیدار میکنی. مثل کی؟ مثل کسی که تشنه است و با صدای بانگ آب از خواب بیدار میشه. آدم هایی که خیلی تشنه هست، به محض که صدای آب بشنون فوری چی میشن؟ بیدار، چون وجودشان تشنه آبه، کسی دیگه نمیتونه اینا رو خواب کنه. بعد میگه چی؟ میگه بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچه باران میرسم از آسمان. برجه ای عاشق برآور استراب، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. سوالیه دیگه، ببینید آی مردم، آی کسانی که نشستید تو این کلاس مثنوی، من همون بانگ آب هستم. به کی؟ به گوش شما که تشنگان هستید. من مثل بارانی هستم که از آسمان میرسم، یعنی سخنان من اون به اصطلاح باران معرفتی است یا آب معرفتی است که زلال و پاک است مثل آب بار، میرسم که شما رو چیکار کنم؟ از تشنگی بیرون بیارم. برجه ای عاشق برابر استراح، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. تو نمیتونی به اصطلاح هم تشنه باشی هم عاشق باشی، صدای بانگ آبم بیاد وقت خواب بمونی. اگر اینجوری باشی که اصلا باختی، قافیه رو باختی و از بین رفتی. برای که اینو خوب بفهمیم یه قصه دیگه براتون میخونم، ببینید که چرا این حرف رو میزنه. میگه که عاشقی بوده است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد پیش. سالها در بند وصل ماه خود، شاه مات و مات شاهنشاه. عاقبت جوینده یا بنده بود، که فرج از صبر زاینده. ببینید دیگه، یه دوره بود، یه شخصی بود، یه عاشقی بود، خیلی به معشوق خودش علاقمند بود، ما سالیان هم در بند وصل معشوق زهرها کشیده بود، مات مبهوت شاهنشاه عشق خودش. بعدم میگه عاقبت جوینده یا بنده بود، فرج یعنی پیروزی از صبر زاینده. کسانی که صبر میکنن و پایداری میکنن بالاخره به پیروزی هم خواهند رسید. خب پس بنابراین این عاشق سالها تلاش کرده که به معشوق برسه. گفت روزی یار او که امشب بیا، که بپختم از پی تو لوبیا. در خانه حجره نشین تا نیمه شب، تا بیایم نیمه شب من بی طلب. بالاخره بعد از سالها انتظار و فراغت و دوری و چه میدونم زجر و مهنت، یه پیغام از معشوق براش میرسه که آقا بله امشب میای تو فلان کاروانسرا، تو فلان حجره قرار ملاقات، من امشب میام به دیدن تو، نیمه شب، بعد از نیمه شب میام به دیدن تو، آماده باش که میخوام. اینو میگه مرد، قربان کرد و نانها بخش کرد. چون پدید آمد مهش از زیر گرد، شب در آن حجره همین مرد انتظار، بر امید وعده آن یار قار.
منتظر بنشست و خوابش در رو بود، او افتاد و گشت بیخیش و قنود. ساعتی بیدار بود خوابش گرفت، عاشق دلداده را خواب ای شگفت. میبینید این مرده از خوشحالی کلی دل نذر رو نیاز میکنه و گوسفند میکشه و نور بخش میکنه بین الفقرا، به خاطر اینکه بالاخره معشوق ما امشب میخواد بیاد دیدن ما، خاموشه میره به سلام خودش رو آماده میکنه، لباس تنش میکنه و بند و بساط و میره. از غروب به بعد میره تو اون حجره منتظر نشسته که نیمه شب بشه و معشوقش بیاد و ببینتش که بعد از این همه ساعت نوری و انتظار و مهنت. بعد نصف اللیل آمد یار او، اما چه اتفاقی افتاد؟ میگه ساعتی بیدار بود خوابش گرفت، عاشق دلداده را خواب ای شگفت. میگه مدتی بیدار بود ولی بالاخره خوابش گرفت. بعدم چی شد؟ افتاد و گرفت خوابی. بعد مولانا میگه عاشق دلداده را خواب ای شگفت. این شگفته، مگه میشه آدم عاشق بشه بعد بگیر بخوابه؟ بعد نصف اللیل آمد یار او، صادق الوعدانه آن دلدار. عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید. گردکان چندش اندر جیب کرد که تو طفلی گیر این میباز نه. چون سحر از خواب عاشق برجهید، آستین و گردکان ها را بدید. ببینید نصف شب این آقای، میگم آقا، معشوق اومد دید بله آقای عاشق خوابه. برای اینکه بهش بفهمونی که من اومدم، یه قسمتی از آستین لباسشو برید، یه مشتم گردو ریخت تو جیبش. یعنی چی؟ یعنی تو فعلا بچه ای، برو فعلا گردو بازی کن، تو هنوز عاشق نشدی. اگه عاشق میشدی که خوابت نمیبرد وقتی که معشوق میخواد بیاد بدیدن. خوب دقت کنید. چون سحر از خواب عاشق برجهید، آستین و گردکانها را بدید. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر ما میرسد آن هم ز ماست. بیدل و ای دل بی خواب، ای دل بی خواب ما زان ایمن. بذار اینجا رو بعد، اینجا اینه میگه، میگه که ای آقا که صبح شد دید که بله یه مش گردی تو جیبشه، برگشت چی گفت؟ گفتش که شاه ما، معشوق ما صادقه، هر چیزی که میگه عمل میکنه، اما هر بلایی که به سر ما میاد از کمبود و به سر نارسایی خود ماست. من خواب میدم. ببین قبول کرد مشکل خودشو، گردن کسی ننداخت، گفت من خواب میدم، عاشق اومد، من کم کاری کردم. خب اینو گفت. بعد حالا مولانا چی میگه؟ ای دل بی خواب ما زان ایمنیم، چون هرس بر بام چوبک میزنیم. گردکان ما در این مطحن شکست، هرچه گوییم از غم خود اندک است. هرچه غیر شورش و دیوانگی است، اندر این ره روی در بیگانگی است. حالا مولانا داره همزاد پنداری میکنه با اون عاشق دیگه، داره به خود با دل خودش حرف میگه که ما ایمنیم، ما که خوابمون نمیبره، که ما همش بیداریم، ما درست مثل پاسبان ها از شب تا صبح، مثل اون پاسبان چیزم نیستیم، کاروانی نیستیم که گرفت خوابی، ما از شب تا صبح داریم چوبک میزنیم، یعنی اعلان آمادگی و بیداری داریم میکنیم. گردکان ما در این مطحن شکست. گردکان ما یعنی چی؟ یعنی گرد پوست سخت داره، یه مغز داره دیگه. میگه که این پوسته بدن ما، این پوسته خارجی جسم ما در این آسیاب دنیا شکسته شده. هرچه گوییم از غم خود اندک است، هرچه غیر شورش و دیوانگی است، از دنی ره روی در بیگانگی است. میگه من هرچی که بگم از سر شور و دیوانگی و عشق دارم صحبت. بعد میگه هین بنه بر پایم آن زنجیر را، که دریدم سلسله تدبیر را. قید آن جعد نگار مقبلم، گرد و سر زنجیر آری بکسلم. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. دقت کنید، میگه من پامو با زنجیر ببندید، زیرا که من دیگه دیوونه شدم،
من دیگه از خود بی خودم و هیچ زنجیری هم قادر نیست که منو به سرا نگه داره، مگر کی؟ مگر جعد نگارم که حافظ مرتب میگه، میگه در زلف چون کبندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اینه میگه فقط جعد نگارم هست که میتونه منو حفظم بکنه. و عشق و ناموس، ناموس اینجا بین خودپسندیه، میگه ای کسانی که عاشق هستید، عشق و ناموس با هم دیگه جور در نمیاد. ناموس یعنی خودپسندی، کسی که خودپسندی داره نمیتواند عاشق باشد. وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. ای عدو شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. ای ببست خواب جان از جادویی، سخت دل یارا که در عالم تویی. دیگه من وقتش اومده که اوریان بشم و حق، یعنی اون پوسته بدنش شکسته دیگه، دیگه وقت اون که روح من چه بشه، آزاد بشه و پرده های شرم و حیا رو ببرم و حرفایی رو بزنم که نباید بزنم. ای ببست خواب جان از جادویی، سخت دل یارا که در عالم تویی. که دیگه تو خواب جان من رو بستی، نمیذاری که من به خواب برم، و تو چه سخت دل هستی. ای مزبه چشم بکشای و ببین، چنگویی من ندانم آن و این. مست را چون دل مذاق اندیشه شد، این ندانم وان ندانم پیشه شد. این ندانم وان ندانم بهر چیست، تا بگویی آنکه میدانیم کیست. ببینی میگه حالا من میخوام یه حرفایی رو بزنم اما نمیتونم بزنم. برای چی؟ برای که من انقدر یه حرفایی میزنم که یه حرفایی رو نزنم، یه حرفایی رو میزنم که یه حرفایی که باید بزنم رو نزنم. این که میگم اینو نمیدونم اونو نمیدونم، برای این دقت کنیم. نفع بهر ثبت باشد در سخن، نفع بگذار و ز ثبت آغاز کن. یا سخن کن، نفع بهر ثبت باشد در سخن، نفع بگذار و ز ثبت آغاز کن. نیست نیست این و نیست آن، هین واگذار. آن که هست، آن که آن هست، آن را در پیش آر. نفع بگذار و همان هستی پرست، این بیاموز ای پدر زان ترک مست. میگه که یه وقتا آدم نفی میکنه برای که یه چیزی که باید دیگر رو نگه. میگه این نیست و آن نیست و بذار، اون چرا که هست رو بگو. چجوری؟ مثل داستان اون ترک مست که واسه میخوام بعدم بگم. بدونی چی میگه؟ میگه که مثل این میمونه که من شما بپرسم که خانم، آقا، شما اهل کجایی؟ طرف جواب میده، میگه ببین من اهل تهران که نیستم، اهل سمنانم نیستم، اهل مشهدم نیستم، اهل شیرازم نیستم، ضمن اهل اصفهانم نیستم، اهل تبریزم نیستم. ببینی انقدر میگه این نیستم اون نیستم اون نیستم که نگه اهل کجا هستم. مولانا میگه یه وقتا یه حقایقی بر من وارد میشه، اونجا دیدی خودشو بسا گم کرده بود دیگه، میگه وقتی اون اومده که من دیوانه شدم دیگه. الان میخوام یه چیزایی رو بگم، زنجیرها رو میخوام پاره کنم، شرم و حیا رو میخوام کنار بزنم، یه اسرار رو میخوام بگم، اما نمیتونم دستورانم بسته است. فعلا اون چیزایی میگم که یه حرفایی میزنم که اون که باید بگم و نمیگم نگم. حالا اونی که نباید بگه رو که باید بگه، اون داستانیست که هفته آینده با هم صحبت میکنیم. به سلا امیر ترک مخموری که شراب در سحرگاه میخواد. امشب دیگه وقت ما به پایان رسیده، انشالله عمری باقی باشه. هفته آینده اون چیزایی که مولانا هی داره خودش به در دیوار میزنه که نگه و حالا مجبور میخواد بشه که بگر، اونجا برای ما صحبت بکنه. خیلی متشکرم از توجهی که داشتید و اجازه بدید که بعد